به دوره وب سوکت با انگولار و نود جی اس خوش آمدید. من محمد حسین نژاد هستم، دارای مدرک دکترای کامپیوتر. ما در این دوره قصد داریم که با وب سوکت آشنا بشیم و اون رو پیاده سازی بکنیم در قالب یک برنامه چت ساده و برای منظور هم از انگولار و نود جی اس استفاده میکنیم که بتونیم یک پروژه وبسایتی رو ایجاد بکنیم. انگولار رو به عنوان فرانت اند در نظر میگیریم و نود جی اس رو هم به عنوان بکن در نظر میگیریم و این کار رو انجام میدیم. اما قبل از اینکه بخوایم به این بپردازیم، توضیحات کوتاهی در مورد وب سوکت خدمتتون میدم تا برسیم به پیاده سازی و درک بهتری رو داشته باشیم زمانی که داریم پیاده سازی وب سوکت رو انجام میدیم. ما همونطوری که تو این شکل مشاهده میکنیم در ابتدا از HTTP 1 استفاده میکردیم یا HTTP 1.0 استفاده میکردیم و عیب از این پروتکل این بود که زمانی که اتصال برقرار میشد یک درخواستی از کلاینت برای سرور میرفت و سرور زمانی که پاسخ میداد این اتصال بسته میشد و دوباره برای درخواست بعدی نیاز داشتش که یک اتصال جدید ایجاد بشه. برای اینکه رفع این مشکل انجام بشه و این زمان زیاد سپری شدنش این مشکل بزرگی بود که برای اینکه رفعش بکنه از HTTP 1.1 استفاده کردم. نسخه بعدی بود که کارش این بود که زمانی که میخواست کلاینت یک درخواستی برای سرور بده این درخواست داده میشد و زمانی که اتصال برقرار میشد میتونستن اینها با همدیگه درخواست و پاسخ رو داشته باشن به ترتیب، همونطوری که میبینید درخواست و پاسخ رو به ترتیب داشته باشن تا زمانی که اتصالشون کلوز بشه. اما وب سوکت چیه؟ وب سوکت همونطوری که اینجا مشاهده میکنید به این صورت هستش که از وب سوکت هنشک استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه با توجه به اینکه HTTP یک پروتکل استیلس هست و حافظه ای نداره، برای اینکه بتونیم مثلا بگیم که همزمان یا به این صورت باشه که کلاینت دو تا درخواست بده پشت هم، بعدش سرور یکی از درخواست پاسخ بده و اینکه سرور باید بدونه که داره به کدوم درخواست پاسخ میده و این نیاز داره که ما از یک حافظه استفاده بکنیم که وب سوکت از این حافظه استفاده میکنه و حالت استیلس رو که HTTP داشت تبدیل میکنه به استیتفول و به این صورت هستش که در بستر HTTP 1.1 که مشاهده میکنه که یک اتصال برقرار میشه برای درخواست و پاسخهای مختلف، اما این درخواست و پاسخهای مختلف به ترتیب نیستن و چون به ترتیب نیستن این به ترتیب نبودنش نیاز داره به حافظه و HTTP نمیتونست این رو برآورده بکنه و نیاز بود که از وب سوکت استفاده بشه. اما وب سوکت هندشیک از WS یا WSS استفاده میکنه به جای HTTP و HTTPS و جایگزین اون هست برای اینکه بخواد از وب سوکت هندشیک استفاده بکنه و مشاهده میکنه اگر مثلا یک درخواستی بخواد بیاد، مثلا یک درخواستی بعد از ایجاد اتصال بین کلاینت و سرور اگر بخواد ایجاد بشه، ابتدا متد مشخص میشه که از HTTP 1.1 استفاده میشه، ولی درخواست آپگرید هم میده، یعنی میگه که نمیخوام از HTTP استفاده کنم، میخوام از وب سوکت هنشیت استفاده بکنم و این با پاسخ 101 سویچینگ پروتکل به کلاینت میگه که پروتکل از HTTP رفت رو حالت WS یا WSS. همونطوری که اینجا مشاهده میکنید توی وب سوکت هنشیت توی کلاینت ما دیگه به این صورت هستش که میگیم که درخواست آپگرید رو به وب سوکت میدیم و توی سرور این اتصال به شکل آپگرید در میاد، یعنی از حالت HTTP سویچ میشه به WS یا WSS که حالا با 101 این رو مشخص کرد. بنابراین به حالت کلی اگه بخوایم در نظر بگیریم، HTTP و وب سوکت همونطوری که میبینید با همدیگه متفاوت هستند و برای پیاده سازی پروژه‌ای مثل چت، پروژه‌های حالا به صورت چت ویدیویی، تماس صوتی، نیاز هستش که ما از وب سوکت استفاده بکنیم و به کمک HTTP یا HTTPS نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و نیاز هستش که از پروتکل وب سوکت و وب سوکت هندشیک استفاده بکنیم. همونطوری که اینجا مشاهده میکنید یک هندشیک انجام میشه، بعد از اکنالج شروع میکنن به
ارسال و دریافت پیام ها برای همدیگه به صورت بایدایرکشنال و در انتها این کانکشن به پایان میرسه. اما در حالت HTTP به این صورت نبوده و درخواست و پاسخ ها باید به ترتیب انجام میشد، حالا یا هر کدوم از این درخواست و پاسخ ها توی یه اتصال، یا اینکه حالا به صورت جداگونه همونطوری که توی این شکل میبینید توی اتصال مختلف این درخواست و پاسخ ها انجام میشه. بنابراین برای اینکه ما بخوایم از پروژه چت متنی، صوتی یا ویدیویی استفاده کنیم، حتما نیاز داریم که از پروتکل وب سوکت استفاده کنیم. برای پیاده سازی پروژه من یک پوشه برای بکند میسازم و یک پوشه هم برای فرانت میسازم و قصد دارم که فرانت رو با انگولار انجام بدم و بکند رو هم با نود جی اس ایجاد بکنم. وارد بکند میشم، شیفت رو نگه میدارم، راست کلیک میکنم و اوپن پاورشل رو اینجا میزنم تا وارد ویندوز پاورشل میشم. خب در این قسمت که وارد شدم، دستور npm init -y رو میزنم و اینتر رو میزنم که برنامه برام اجرا بشه و زمانی که ساخته شد توی پوشه بکند ما یک فایل package.json رو داریم. نکته ای که وجود داره اینه که ما اگر بخوایم از این دستورات npm init استفاده بکنیم، مسلما باید node.js رو رو سیستممون نصب داشته باشیم که شما میتونید در افزار node.js رو از سایت خود node.js دانلود بکنید. من اینجا راست کلیک میکنم، یعنی توی پوشه بکند شیفت رو نگه میدارم، راست کلیک میکنم و اوپن پاورشل رو میزنم تا وارد ادیتور بشم، کد فاصله دات رو میزنم و اینتر میکنم که ویژوال استودیو کد برام باز بشه. مشاهده میکنید که تو پوشه بکند من این پروژه رو باز کردم. مثلا میام یه دونه فایل جدید به نام index.js ایجاد میکنم و اینجا میتونم حالا تنظیمات مربوط به سرور رو و کد نویسی سرور رو انجام بدم. برای اینکه کد نویسی سرور رو انجام بدم، مسلماً به یک HTTP نیاز داریم و برای همین مثلا میگم که const HTTP مساوی با require و HTTP. علاوه بر این من باید سرور رو بسازم، در نتیجه میگم که از این HTTP میخوام استفاده بکنم و حالا بکنم که متد create server این HTTP رو میسازم. پس میگم که const مثلا اسمشو میذارم HTTP server و مقداری که بهش میدم مثلا باشه http.createServer و در اینجا مثلا request رو بهش میدم. مثلا وارد میکنم که request و به این صورت و یک function اینجا میخوام تعریف کنم. مثلا اینجا دونه log میذارم و بهش میگم که مثلا we have received a request. این هم انجام شد و در ادامه میخوام بگم که سرور آماده باشه که ما میخوایم براش یک سری request های رو ارسال بکنیم. در نتیجه از دستور http سروری که ایجاد کردیم استفاده میکنم. این متدی داره به نام listen و اینجا بهش میگم که مثلا به پورت 8080 گوش بده و مثلا یک پیاده سازی رو هم مثلا انجام بدیم. مثلا بهش بگیم که console.log و اینجا مثلا بهش میگم که listening to 8080. این هم که انجام دادیم، اینو سیوش میکنم و npm script رو اینجا اجرا میکنم. مشاهده میکنید که اینجا ما داریم، البته خب جلوتر که بریم میتونیم اجراش رو هم داشته باشیم. خب من ترمینال رو اینجا باز میکنم و عبارت نود برای اجرا گرفتن
و اسم فایل js مون یعنی index.js رو وارد میکنم. البته راههای راحتتری هم هست استفاده از نودمون و اینکه تنظیماتی رو بخوایم روی پکیج جیسون ایجاد بکنیم، میتونیم این کارا رو انجام بدیم که جلوتر خدمتتون توضیح میدم، ولی خب الان برای اینکه راحت باشیم اینجا مشاهده میکنید که من با این دستور تونستم اجرا بکنم و سرور الان در حالت اجرا هست و این عبارت listening to 8080 رو داره اینجا به من نمایش میده که این 8080 اون پورتی هستش که سرور داره از طریق اون به کلاینت گوش میده. برای فرانت من برمیگردم تو پروژه و اینجا قصد دارم که انگولار رو اجرا کنم. برای اینکه ما انگولار رو بخوایم اجرا کنیم حتما باید انگولار به سیستم نصب باشه. اگر نصب نبود خب از دستور npm i-g به یعنی به صورت گلوبال برام نصب بکنه. حتما انگولار cli رو نصب میتونید بکنید و براتون میسازه. حالا باید به اینترنت متصل باشید و اون کامپوننت ها و لایبرری های مورد نیاز رو براتون میسازه. وقتی که این نصبش انجام شد و انگولار رو سیستم نصب شد، میتونیم حالا توی هر جایی از سیستممون پروژه جدید رو ایجاد بکنیم و این کار رو انجام بدیم. خب از قبل من رو سیستمم نصب بوده، حالا اگر بخوام یک پروژه جدید باز بکنم از دستور ng استفاده میکنم. مثلا میگم که ng new و مشخص میکنم که مثلا توی پوشه فرانت اند برام این رو ایجاد بکنه و پروژه جدید رو برامون بسازه. حالا مثلا میگم که روتینگ رو هم نمیخوایم و از CSS میخوایم استفاده بکنیم و برامون میسازه توی همین پوشه فرانت اند. خب صبر میکنم که نصب پکیج رو برام انجام بده و اون موارد مورد نیاز رو برام بسازه. بعدش دیگه میتونم پروژه فرانت اند رو انجام بدم. خب برام پکیج ها رو با موفقیت نصب کرده و مشاهده میکنید که کارش به اتمام رسیده. حالا اگر من وارد پوشه فرانت اند بشم و کد دات رو بزنم، میتونم پروژه رو در حالت فرانت اند هم ببینم و همونطوری که مشاهده میکنید برام میتونه پروژه رو هم اجرا بکنه. صبر میکنم که پروژه رو برام اجرا بکنه، ببینیم که به چه صورتی کارش رو انجام میده. پروژه با موفقیت کامپایل میشه و همونطوری که میبینید روی پورت 4200 پروژه رو میتونه برامون ران بکنه و اینجا مشاهده میکنید که داره پروژه رو برامون بیلد میکنه و اینجا مشاهده میشه که انگولار هم برامون به درستی داره کار میکنه. بنابراین ما تونستیم به صورت اولیه بستر رو آماده بکنیم. در ادامه قصد دارم که پیاده سازی یک پروژه چت رو به کمک وب سوکت و بستری که ایجاد شده برای بک اند و فرانت اند انجام بدم. بعد از آماده سازی پروژه در سمت کلاینت و سرور، در این فصل قصد دارم در مورد کتابخونه هایی که برای کار با پروتکل وب سوکت ایجاد شدند بپردازم، اونها رو معرفی بکنم و در موردشون صحبت بکنیم و بعد بپردازیم در فصل بعدی به کلاینت و کار با انگولار. برای منظور من یکی از کتابخونه هایی که برای کار با پروتکل وب سوکت پر کاربرد هست رو معرفی میکنم. اسم اون کتابخونه وب سوکت هست و برای نصب اون نیاز هستش که ما npm i WebSocket رو بنویسیم. تا زمانی که این نصب میشه ما در سایت npm.js میتونیم بررسیش هم انجام بدیم. همونطوری که مشاهده میکنید گفته که به صورت جاوا اسکریپتی هست و پروتکل ورژن 8.13 رو برای Node.js پیاده سازی کرده و میتونیم به کمک اون باش کار بکنیم. در مورد نصبش گفته و مثال هایی رو هم زده. خب برای اینکه بخوایم ازش استفاده بکنیم، مثلا گفته که باید از وب ساکت به این صورت که مشاهده میکنید استفاده بکنیم.
حالا یه سری از اون کدها رو ما توی فصل قبل نوشتیم. خب مثلا ما خط اولش رو کپی میکنم میارم توی پروژه، مشاهده میکنید که ما این HTTP رو که اینجا نوشته بود رو از قبل داریم. به خاطر همین من تا همینجا رو انجام میدم. خب وبسوکت رو میشناسه و به خاطر همین مشاهده میکنید که از چه نود ماژول اینو آورده. در ادامه من باید یک شی از این وبسوکت رو فراخونی بکنم و برای منظور مثلا میگم که یک متغیر تعریف میکنم، مثلا اسمش رو میذارم وبسوکت و میگیم که از وبسوکت استفاده کن. برای اینکه بگیم از وبسوکت استفاده کن، از داریم که اینجا بهش بگیم که HTTP سرور ما همین HTTP سروری هستش که اینجا داریم و به این صورت من می‌نویسم اون HTTP سرور باشه HTTP سرور. خب اینجا مشاهده میکنید که این قسمت هست که این HTTP سرور رو حالا اینجا HTTP رو تعریف کرده و گفته که این سرور ساخته بشه و بعدش هم اینجا گفته که همون منظور همون سرور هست. در ادامه حالا این HTTP سرور رو ما بذاریم بعد از این که تعریف کردیم که مثل همون کدی باشه که توی سایت هم داریم. من پس این وبسوکت رو تعریف کردم، به این صورت تنظیمات کانفیگ وبسوکت رو انجام دادیم و در ادامه کاری که باید انجام بدیم اینه که بگیم که حالا اگر اتصال برقرار شد یک کاری رو انجام بده، اگر اتصال قطع شد اون رو هم در نظر بگیر و زمانی که اتصال برقرار شد و پیغامی هم اومده اون رو هم در نظر بگیر. برای منظور من میگم که این وبسوکتی که تعریف کردیم زمانی که یک درخواستی اومد، پس مثلا اینجا می‌نویسیم که ایونتمون ریکوست بود زمانی که یک درخواستی اومد. حالا میگیم که این ریکوست چی بوده، ممکنه چی باشه، این ایونت ما ممکنه که چی بوده باشه، ممکنه مثلا یک اتصال جدید باشه، ممکنه یک مسیجی باشه، یا ممکنه که اتصال قطع شده باشه. اینا همشون یک ایونتی هست که اطلاع میدن به سرور. حالا ما حالتهای مختلفش رو در نظر میگیریم. اول از همه میگم که مثلا یک اتصالی رو در نظر بگیم، اسمش رو میذارم کانکشن. کانکشن رو مقدارش رو میذارم، حالا اون ریکوستی که اومده باید اکسپت بشه اول کار و بعد بتونیم کار رو انجام بدیم. در نتیجه من میگم که ریکوست رو که اکسپت کردی، حالا همونطوری که اینجا میبینید برای اکسپت گفته که مثلا چه پروتکلی رو میخوای در نظر بگیری، یا میتونی نال هم براش بذاری، یا مثلا allowed اوریجینش رو میخوای چی بذاری، کوکی ها رو میخوای چی در نظر بگیری. یه سری تنظیمات رو ما در نظر میگیریم. اینا رو من برای اینکه راحت تر باشیم و سریع ازشون رد بشیم نال و request.origin در نظر میگیرم تا این تنظیمات اولیه انجام بشه و بعدش حالا میگم که این کانکشنی که ساخته شد برای حالتهای مختلف به چه شکلی بشه. مثلا میگیم که اگر کانکشن ما اوپن بود، اینجا مشاهده میکنید که ایونت امیتر رو برای نود جی اس در نظر گرفته. مثلا میگیم که اگر اوپن بود، خب اگر اوپن بود برامون چه کار کن، مثلا پیغامی رو نمایش بده. مثلا میگیم که console.log مثلا اوپن، خب اتصالی
برقرار شد. حالا من همین رو کپی میکنم و برای حالت مختلف در نظر میگیرم. مثلا میگم که اگر کلاس شد چیکار کنم؟ خب میگیم که مثلا اینجا به جای اوپن میذارم کلوزد. اتصال قطع شده، حالا بر دلیلی اتصال قطع شده. و اگه پیغامی اومد چیکار کن؟ پس اینجا این سیج رو در نظر میگیرم و اینجا هم مثلا میتونیم بگیم که رسید. و حالا برای اینکه راحت تر باشیم پیغام رو هم میخوام نمایش بدم، پس بکتیک میذارم که پیغام رو هم نمایش بدیم. مثلا received دالر، البته قبلش بذاریم به این شکل، و میگیم که اون مسیجی که اومده اینجا در نظر بگیریم. خب پس من میخوام بگم که مسیج رو اینجا قرار بده، پس اینجا دیگه باید یه مقداری رو برش در نظر بگیریم. پس میگم که این مسیجی که اومده رو مثلا اینجا برامون نمایش بده به این شکل. من اینو سیوش میکنم و اینجا هم که پورتمون 8080 هست، حالا اینو سیوش کردیم، اجرا میکنیم ببینیم که خطایی داریم یا نه. وارد میکنم نود و index.js. خب خطایی نداشتیم. حالا میرم توی مرورگر و یک بررسی اولیه برای این برنامه که نوشتیم انجام میدم.